ببخشید آصفر، من لحظه‌ای که شما رو دیدم یه سوالی در ذهن من ایجاد شده، من آزار میده. سوال درباره اینه، هر کی میبینه میپرسه این گوشته؟ گوشته؟ این پسته و آجیل شب عیده، این مرغه، این لاستیک کامیون جفتی دو و نیمه، هر کی اگه جاش میزنه بیرون بایما اینجا زنه بیرون. نه حالا گذشته شوخی، سوال من بیشتر راجع به کامیون و راننده کامیون، البته این برای من خیلی سوال شد، خیلی من تحت تاثیر قرار داد چون خیلی چیز هست، ولی من بیشتر راجع به کامیون می‌خواستم سوال کنم. آقا سوال داری خب از من بپرس دیگه، من راننده کامیونم. راست میگی، یه راننده کامیون با تجربه اینجا نشسته، من برای چی باید تو سوال کنم؟ آقا نه صد البته، بله حتما. اختیار داریم وقتی آقا هستی اینجا باشن ما کی باشیم. اما خب بپرس. حقیقتش اینه من می‌خواستم بپرسم این راننده‌های کامیون خسته نمی‌شن؟ این همه تو جاده سرما گرما حوصله‌شون سر نمیره تک تنها؟ راننده کامیون یه عارفه، راننده کامیون یه فیلسوفه. فیلسوف فقط راننده نبینش. وقتی میشینه پشت این قربیلک از زمین و زمان دل میبره، هم صحبتش ماشینشه بود جاده و آسمون. اصلا من میخواستم همینه بگم ولی شما خیلی کامل گفتی. میخواستم سوال کنم که این میزنه میره تو فکر و فلان و اینا، میره تو رویا پردازی، این حواسش از جاده پرت نمیشه؟ تصادف کنه؟ مشکلات برای مردم درست کنه؟ همین دیگه، ده همین. راننده کار درست یه فیلسوف حواس جمعه. بح. فیلسوف حواس جمع شیشتونگ حواسش به جاده است. باری خواهد. حاضر جون خودشو به خطر بندازه اون با جون کسی بازی نکنه. آره. باری. سفر گفتین فیلسوف حواس جمع، من میدونم که من اسمم ارسطوئه. ارسطو یه فیلسوف بوده در زمانه قدیم. بله فیلسوف بوده. من میگن ارسطو حواس جمع یعنی ارسطو. بذاشه پرستو. بله یه چند ماه پیش من یه بار جوجه داشتم. همونجور که شما فرمودین من پشت قلبلک نشسته بودم، از زمین زمان دل کنده بودم، با ماشین و جاده و آسمون داشت من حرف میزد، منم داشتم با ماشین و جاده و آسمون هم صحبتی میکردم که یه دفعه این شونه خاکی جاده من کشید سمت خودش. آقا تا رفتم ماشین جمع کنم دیدم یه ماشین اومد جلو من، زدم ترمز دیدم باد خالی کردن. آقا نقی باد خالی کردن نمیدونی یعنی چی؟ من نمیدونم باد خالی کردن یعنی چی؟ کامیون رو بادش دیگه، ماشین کامیون با باد کار میکنه دیگه. نه منظور من اینه که شما تا حالا خودت باد خالی نکردی، نمیدونم از چی دارم میگم. دای سفر میفهمه یه راننده وقتی باد خالی میکنه چه حالی پیدا میکنه. آره من جاهای مختلف 7-8 بار باد خالی کردم. بله فکر کن تو سرازیری افتادی، یه گالای ماشین تو جاده یهو باد خالی میکنه. آقا ما باد خالی کردیم، شونه خاکی جاده کشید منو سمت خودش، هر چی تقلا کردم دیدم ماشین نمیتونم بگیرم، چرخش نه یه معلق نه دو معلق نه سه معلق 7-8 معلق زدم، دیفرنسیال دک آقا همه اینا دردسر ندارم، ماشین مثل دستمال کاغذی مچاله شد. وقتی کامیون مچاله میشه یعنی خدا بیامرزه راننده شد. آخه نکته همینجاست، من همین میخواستم بگم، من از نای این امپارای برداشتن بردن بیمارستان، دکتر منو نگاه کرد، دکتر چی گفت؟ دکتر گفت آقا تو کی هستی؟ چی هستی؟ فولادی؟ مسی؟ آهانی؟ چجوری جون سالم به در بردی؟ البته من بیهوش بودم، با نقیم صحبت کرده بود. کامیون مچاله نشده بود، این مچاله شده بود، نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. من مچاله شده بودم، من اگه مچاله شده بودم که الان جلوی تو نمیستادم، که الان دارم مثل قناری سخنگو برای تو حرف میزنم که تو داری صحبت میکنی؟ بله تو داری صحبت میکنی؟ من باید همون موقع موبایل من دوربین داره، بعد از این عکس مینداختم در همون حالت آشولاش و بدن مچاله که داشت، بعد از این عکس مینداختم که الان اینجوری قمپوز در نمیکرد. قمپوز من دارم قمپوز در میکنم. آقا بیا اینجا همین الان برای تو 50 تا شنا میرم، شما 10 تا شنا برای من برو. خیلی خوب بشین آقا. نه آقا من 50 تا شنا میرم، شما 5 تا شنا برو. خیلی من نمیتونم، شما پهلوونی بشین آقا. نه اصلا شنا رو ولش کن، میبینیم توی کوچه مسابقه دو بزنیم ببینیم کی اول میشه. دایی قاضی مسابقه دو بزنیم؟ بله آقا. من تو؟ بله. تو میتونی بودی؟ دکتر با من گفت این راه هم نمیتونه بره، چه برسه بتونه بودوه. آقا این چیه؟ نه این چیه؟ آقا بشین. این راه رفتن دیگه. آقا این راه رفتن نیست. آقا برو بشین. بی تربیتی نکن. بشین آقا بی تربیت نباش. بدو نیست. این راه رفتن نیست. که من که دیگه نگو آقا. بخوابونم دهنه. بشین آقا. آقا جان دکترش با من صحبت کرد. به خود من گفت اینکه اون شو عوض درستی نداشت. گفت این داغونه راه نمیتونه بره. همه ترقوقه و مرقوقه و تندون و مندون و همه رو زده پره کرده نابود شده. برگشت به من گفتش که آقا جان این آدم دیگه نه بدن سالمی داره نه چیز سالمی داره، حتی جفت کلیه این نابود شده. میدونی؟ خب کلیه نداره اصلا. الو آقای سالاری،
آقای سالاری، فدوی هستم، قطع نکن تو رو خدا. میخواستم راجع به اون کلیه بگم. الو؟ الو؟ بزن، بزن آقا، بزن، بزن تو شکم، بزن تو دلشو نشکن، یکی بزن دیگه، بزن دیگه، لا لا لا. با همه وجود، با همه زورت بزن آقا. بزرگتر اینجا نشسته، برو بشیشون، بفهم. بزن دیگه، مگه نمیگی بدن آن ناقصه ایراد داره؟ خب بزن دیگه آقا، بزن، بزن. من بزنم. بزن آقا، بیا بیا، بزن دیگه. آقا اصلا دستور بشین. دستور بده من، دستور بده مچ بزن. آقا جان دست تو از درج شکسته 11 تا پلاتین جوشه. آقا مگه میگی دستم شکسته؟ بیا مچ بزن دیگه آقا، بیا. آقا بیا. بلخون آقا. بلخون آقا. بلخون بزن من برم آشپزخونه یه ذره کمک به این خانم‌ها بکنم. از این کار مهم‌تره. آقا من رفتم. این عقل درستی که نداره. آقا بیا چپ دست، چپ دست. بیا آقا چپ دست. یام این پسر خالت همچی بالانس نیستا. نیست نه، بالانس نیست. واقعا بالانس نیست. تصمیم بر بالانس. پدرش هم بالانس نیست. بوده. اما اما منی بگیر. چی؟ منی بگیر نزا من برم بالا، من برم بالا این دیسه سالاده میکنم تو حلقه فیزن. چی شده باز؟ اما جان این داره باسه دایی رقص مرگ میکنه. اینگار میخواد مشتری برای خودش جور بکنه. همینجوری باشه یه مش بزن شکم من. بیا بریم پایین بدویم. دایی قاضی بیا بریم بازی اصلا یه صحبتایی داره میکنه. خب معلومه دایی برمیگره میگه آقا این چه کلیه سالم خوبی داره. بیا بچه خواهر من کلیه لازم داره یه دونهشو بده به اون. معلومه. اصلا این داره برای چی واسه من میگی؟ موشم که من برم به کی بگم؟ خب من چیکار میتونم بکنم؟ میگم که یعنی تو با شغل خانم صحبت کن. چی بگم؟ چی بگی؟ خب بهش بگو آقا این پسر عقل درست حسابی نداره، یه تختش کمه، مشکل داره، یه چیزایی بگو که آقا حرف کلی شد بدون این بدش نیست. من خودم بیام اپسم رو عرستو میشه. جان اگه بگن دیوانه است بهتر از اینه که بده این بره یه کلیهش بده بره. نه من نمیتونم، نه خود یه کارش بکن. خب من که نمیتونم بیام با شغل خانم صحبت کنم که شما دو تا خانم میشینی کنار هم دیگه با هم دیگه صحبت میکنی راحت رازیش میکنی. من نمیتونم بیام با این صحبت کنم. بهش بگو بابا جان. نه منم نمیتونم. میگی. میگی. میگی نه نمیگی گفتم میگی ارسطو خواب من که میگم آدم هر کاری میخواد بکنه باید بلد باشه باید وارد باشه کاری بکنی وگرنه خراب میشه کار باری کلا آقا سفر چقدر خوب صحبت میکنی لطفه چقدر متین لطفه چقدر شیوا واقعا من کیف کردم واقعا محض کردم من حالا اینه که شما میفرمایید بارها به این توضیح دادم میدونی گفتم آدم باید مواظب حرکاتش رفتارش سکناتش باشه ببینه چیکار میکنه چیکار نمیکنه میدونی نباید یه جوری باشه که مردم فکر کنه یه تختش کمه ببخشید منظورم به شما نیست ولی ایشون مثلا داره میگه چه میدونم ماشینش میره پاک میکنه ترتمیز داره میکنه با ماشین صحبت میکنه آخه آدم سالم با ماشین صحبت میکنه منم با ماشینم صحبت میکنم شما هم صحبت میکنی ها بله نه من منظورم اینه که حرف زدن به تو حرف زدن ایشون حرف که میزنه هیچ با ماشینش درد دل هم میکنه اتفاقا منم با ماشینم درد دل میکنم منم درد دل میکنم یعنی آدم با ماشینش درد دل نکنه با کی درد دل کنه ته دل نکنه آقا دلشون درد نمیکنه درد دل میکنه با ماشین آقا من نه فقط درد دل میکنم بلکه براش میخونم منم میخونم جوک میگم تشویقش میکنم بفرما والله بفرما این کار درسته شما یهو بشین با ماشین قزام بخور آقا نقی، ماشین روح داره روح داره ماشین میفهمه میفهمه ماشین که فقط یه مش آهن نیست بلا. ماشین جزوی از راننده است اصلا ماشین یه عضوی از تن راننده است بدن راننده است من کیف کردم چقدر به نکته ظریف و زیبایی شما اشاره کردی واقعا من حس کردم دست شما درد نکنه حالا اینکه شما میفرمایید که ماشین عضوی از بدن راننده است آیا شما این عضو بدنتون حاضرین به کسی بدین معلومه که نه واسه چی بدم تازه اگه بخوام بدم من خودم چیکار کنم باریکلا باریکلا اینقدر فهمی شما من دارم میگم که ایشون یا اوشون یا هر کسی چطور میتونن که عضوی از اعضای بدنشون رو به یه کسی دیگه بدن نشد آقا نقی نشد این ماجرا با اون فرق میکنه یه بحث دیگه است جونم یه زنگ به این شماره بزن تلفن بده نه دیگه با موبایل خودت زنگ بزن سالاری شماره ما رو میشناسه جواب نمیده من که میگم اینا یه ریگی تو کفششون هست آدمی که بخواد کلیه بده که اینقدر بازی در نمیاره آبجی از من میپرسی باید بگم اینا کلا بردارن دزدن اینا از خدا بیخبرن آروم باش یه زنگ بزن نه پولمون رو ازش پس بگیریم آبجی شماره میفته روی دستگاه موبایلشون فردا روزی اگه گرفتار شدن پاشون گیر کرد ما میفتیم تو هچل اون وقت خر بیاره باقالی بار کن باید دیوین سند کامین و وثیقه بذاریم آزاد بیا آقا جان بفرم با این بزن
چه فرق میکنه آقا نقی، شماره شما میاد روی موبایلشون، شما تو دردسر میاد. شما کاری نباشه، شما وردا با این بزن، من مسئله ای ندارم، شما با این بزن ان شاء الله این ماجرا کلی حل شه. مشکل ما حل شه ان شاء الله. الو سلام علیکم. آقا من پیرو به اون قضیه کلیه اوه منفی مزاحم تو میشم. بله؟ نه آقای یاسی کیه؟ من از طرف خواهرم خانم فدوی زنگ میزنم. خواهرم میخواد تکلیفشو بدونه. الو کدوم کلیه؟ تکلیف این 2 میلیونی که خواهرم داده چی میشه؟ الو الو چی گفت؟ قد کد نامرد. چی گفت؟ گفت که شما یه کلیه مفت مجانی دم دستتونه، برای چی به من زنگ میزنین؟ گفت این قومخیشتون که میخواد بهتون کلیه بده، خب بده دیگه. بده بده. الله علی نما نما یاره. خدا شاهده انقدر که نقی حواسش به ارسطو آب سارا و نیکالیس، منم که عین برادر خودم دوستش دارم، یعنی انقدر که این بچه پاک و صاف و صادق عقل نداره. ایو چرا یه عقل نداره بابا؟ کارایی میکنه آدم مجبور میکنه تو اینجوری بگی دیگه. میتونی نه اینکه عقل نداره، خدای نکرده یه حرفایی میزنه نجویده نسنجیده، اصلا فکر نمیکنه بابا جان بقیه رو حرف تو حساب باز میکنه، مثل همین قضیه کلیه. خب بابا جان یه مادر اینجاست. نه دیگه نه بابا، یه کلیه دادن الکیه آخه. حالا مامان منم یه چیزی برمیگرده میگه، اصلا ما که کسی انتظاری نداریم. مامان این عروسک رو مادر جان برای چی برداشتی دختر؟ اینو از کجا آوردی؟ بذار بس سر جاش. نه بابا بذار بشه. تو باز اجازه نگرفتی؟ اشکال نداره. ببین این عروسک نیست، این اسمش آناتومیه. معلم ما از روی اجزای این میمهد اجزای بدن به ما یاد میداد. میبینی؟ این شوشه. میبینی؟ نگاه کن. این مثلا قلبش. قلبشو ببین چقدیه. میبینی؟ کوچولوه. بگیر. ولی کلیان داره. آه قربون. کلیه مهم شده الان برای همه. بله که کلیه داره. مگه بدون کلیه هم میشه زندگی کرد؟ آره. اینم کلیهش. ببین. میبینی چقدر؟ همه مشکل ها زیر سره. بیایی بچه. ببینم حالا همه تو میتونه اینا رو به ترتیب جا بذاری. شماره هم داره. پس خانم شاله اگه به مامانت حرف زدی حرف شد، بهش بگو رو حرفای ارسطو خیلی حساب نکن. باشه بگو یه زن اینجوری یه چیزایی میگه، یعنی بچه ها میمونه عقلش کاله نارسه. میدونم. باشه باشه چشم میگم. ببین من که آدم مثل این زیاد دیدم که نمیدونی فراوون همش یه جورایی میخوان خودشون به نمایش بزنن، میگن ما هم هستیم دیگه، من خودشون ثابت کنن. من مادر جو اینجوری زیاد داشتم. یه مسئله روانیه. نه روانی که نه. نه نه خدای نکرده فکر نکنی دیوونه هست. نه منظورم که نیست که دیوونه هست، مشکل روانی، مسئله روانیه. میگم به مامانم. چشم نگران نباش. تو چه شده؟ حواس پرتی گرفتی؟ چی شده؟ مطمئنی کارتی تو اینجا گم کردی؟ تو کوچه صحبت کن. برو برو. دنبال چی میگردی؟ آقا تو مگه نمیگی کارت ملی تو رو گم کردی اینجا؟ سر کارت ملی اینجاست تو جیب من. آقا من مسخره کردی؟ 50 تا پله من رو کشیدی پایین، کیشم گاشنه؟ پا چیکار میکردم؟ جلو اونو میزدم تو دهن تو؟ نقی نگو نقی کوف، درد، مرض. تو مثل که حساسیت مسئله نفهمیدی هنوزا. آقا یارو رفت، پسره رو ورداشت برد، کلیه رو زد زیر بغلش. الان همه نگاه به توه، کی این واسه کلیه و این منفی داره؟ من تو. من تو؟ اسم من نیار. تو رفتی اونجا قمپوز در کردی، همه تیرا به سمت کلیه توه. آخ الان میگی چیکار کنیم؟ چیکار کنیم نداره که، تو رفتی اونجا میشینی میگی آقا منم این عضلات گردنم، من آهنم، من شدنم. نکنی این کار پسر من. حساس نشو. چشم نه چش علکی به من نگو. چشم دیگه اشتباه کردی. چشم علکی به من نگو. الان میری بالا، شما لام تکون صحبت نمی‌کنی. اگه گفتن کلیه بگو تلویزیون روشن کنیم ببینیم چه برنامه قشنگی داره. اگه گفتن اوه منفی بگو چه خوشمزه است این قلیه مایی. چش گرفتم. اگه گفتن اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه مایی. اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه مایی دیگه. خیلی خوب بریم قلیه مایی رو بزنیم. بودو من که خیلی گشتم. بفرمایید بکشید، یخ میشه. بفرمایید دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. بسه؟
بله. آشغالی تشریف نمیارن؟ مامان. مامان بیا، همه منتظر شما. بفرمایید. آبیش بیا دیگه. بدون شما که غذا از گلومون پایین نمیره که. تشریف بیارین آش خانم. تشریف بیارین. مهر خانم بفرمایید. انشالله همه مشکلات حل میشه. انشالله. بفهمید قضا از زن افتاد، تو رو خدا برای بابا بریزید. صبر کن میزبون بیاد. نه اشکال نداره، بفهمید. من برای مادر خانم فدوی میکشم. ماما شما نهارم نخوردین، بیاین بشینید. شور بود. ببخشید. خواهش کنم بفرمایید تو رو خدا آقا نقی. آبجی بی زحمت تشریف بیارید، بذارید قضا از حلقمون پایین بره. بفرمایین نوش جونتون، اگه گلوم پایین نمیره. آخه شما که انقدر غصه میخورین فقط دارین خودتون از بین میبرید. بله. شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ شما که خودت مادری، دو تا بچه داری. اگه خدای نکرده زبونم لال برای یکی از این دسته گلات مشکلی پیش بیاد چی کار میکنی؟ میشینی با خیال راحت غذا میخوری؟ غصه نمیخوری؟ به زمین زبون چایی نمیزنی؟ ماما به خدا چایی میزنی؟ مهری ببخشید تو رو خدا. مهری آمجی شرمنده بفرمایید شما. مهری ببخشید بفرمایید، سرد میشه، من الان میرسم خدمتتون. تربیت این فقط ببین لا 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 قشن بگر این چیه تو دست هلیه زمین آسمون بر ما میبارم. رو بردی واسه من مهمون دعوت کردی، تو که حال روز منو میبینی چرا اینا رو برداشتی و بردی اینجا؟ ماما الان مسئله شما اینا، من اینا رو بردارم ببرم جای دیگه شما حالتون خوب میشه؟ ماما مسئله من خود تویی، داداشت داره پر پر میزنی، تو این خیالت نیست. من این خیالم نیست دایی، نگاش کن سر باز بفرست آبجی، این طفله که بیشتر از همه مجوش داداششو میزنه که این؟ بله این که من هر قدمی برمیدارم جلو پام چاله میندازه. دو میلیون پول دادم به این سالاری واسه کلیه های منفیگی رو برد، سه روز سر خشکیشون کردم، اومد با دو کلم حرف نامربوط یارو رو پرام. دوباره شروع نکن مهری، دوباره شروع نکن. خوبه چند دقیقه پیش خودت فهمیدی که اینا تو زرد از آب در اومدن. خیلی خوب، حالا اونا کلا بردار، اونا قاچاقچی، این پسر ارسطو چی؟ این که دیگه عاقل و بالغه. مامان این پسر ناقص العقله. دیدی داداش میگه ناقص العقله؟ اصلا من نمیدونم چرا هر کی میخواد بیاد توی خونه یه قدم خیر واسه ما برداره میشه ناقص العقل. سفر این پسر خلوچله؟ آه یه جورایی وراج که هست، اما باور نمیکنم ناقص العقل باشه. پای یک داره دایی؟ دایی من که این حرفا رو از خودم نمیزنم، من کلا 4-5 روز نیست که این خانواده رو میشناسم. همین چند دقیقه پیش خود هما خانم به زبون اومد، گفت اگه این گفت کلیه مولی اصلا جدی نگیرید. گفت اصلا کلا جدیش نگیرید، اینو که دیگه من نمیگم، بابا زن پسر خالش داره میگه، میگه عقلش کاله، ناقصه، نمیفهمه، مثل بچه ها هر چی تو دهنش میاد میگه. بابا خدای آقا نقی تا اینجا 10 بار برگشت بهش گفت که عقل سالان نیکا بیشتر از تو میرسه، بعد این بیادن بیاد به بهروز کلیه بده، این چشمش به دکتر بیمارستان بخوره در جا سکته میزنه. نقی تکلیف چی؟ جلسه‌شو خیلی طول کشید، بخوریم دیگه، نخوریم چیکار کنیم؟ سرد شد سبزی پلاسی کارد بخوریم اون شکمت. بابا یکم صبر کن الان میان دیگه. آخه اینجوری که همون پنجره میکنه دیگه ماهی نمونه که. بابا جان با برنج بخور به ما هم برنج. ارسطو خان من با شما شوخی دارم، شوخی دارم. نه من داشتم برای شما برنج میکشم. نوشه جون فقط یک کلام به من بگو، شما بنده دست انداختی؟ من نه سمیری، از وقتی اومدی تو این خونه چند بار به زبون آوردی میخوای کلیه بدی؟ مامان هیچی نگو، هیچی نگو، تو حرفاتو زدی. آقا ارسطو تو که حال روز منو دیدی، دیدی با چه بدبختی دنبال کلیه میگردم، چرا با احساساتی یه مادر بازی میکنی؟ من به جان مادرم اگه با احساساتی یه مادر بازی کنم؟ تو خودت گفتی
با زبون خودت گفتی کلیت آقای منفیه، میخوای کلیه بدی. مادر جان جوش نیار، من توضیح میدم. نه آقا نه، بذار خودش حرف بزنه. من میخواستم اینو بدونم، شما ناقص العقلی، نارسی، کالی. این چه حرفیه مهدی خانم؟ این حرفای خود شماست؟ شما خودت به شعله گفتیش ایشون ناقص العقلی. مامان تمومش کن دیگه. شعله دایی خودت مادری رو درمونده نکن. مهدی، مهدی عجب شبی شد امشب. اون وقت شما میپرسی این چیه رو کله من سبز شده؟ این قصه کلیه مریض خواهر زدمه، این غم خواهرم مهریه، این درد بی درمونه، این هزار تا حرف نگفته است. بفهم این سرد نشه. مهری، مهری چی نگو نگو میکنی؟ من از سایه قیزه ندارم، ولی از شما توقع نداشتم. دست شما در نکنه، دست شما در نکنه. خوب خواهری کردین در حق من. عرصو بزن من ازت توضیح بدم. عرصو بزن من توضیح بدم. همینو میخواستی؟ مهم این بود که این کلیه این حفظ بشه که شد دیگه، همه فهمیده این کلیه بده نیست. همین ازاده بخور. خدای من خدایا خدا بنده مهمونم رو انجوندم، شنم هم نخوندم. همیشه خدا بهت گفتم اینقدر زود جوش نیار که بعدش اینقدر پشیمون بشی. من اینا راهی قشت بکنم پیشت بمونم خوبه؟ نه، اون پیر زن بنده خدا ملوک خانم با هزار امید میگون بده گل دست رو دست دمانت سپرده. تو فردا صبح را بیافت برو، خدا بزرگه، فکر منم نکن. داداش هست. آره تو برو به کارت برس. این پسره داره میره از جایی کجا؟ نکنه بره کار دست خودش بده. یران حالش خوش نیست، میری تو خیابون یکی زیر میگیره، اون وقت بیا خر بیاره بخوری بار کن. گرفتونی شدیم ما. من اومدم اینجا گنبد گلدسته رو تمیز کنم. دو سه استورا بودیم تو جاده، این ور اون ور با تیفون. من اومدم از شما معذرت خواهی کنم. نه چیزی نشده، یه مسئله جزئی بود. چرا چیزی نشده؟ با این وضعی که پیش اومده اصلا دیگه روم نمیشه جلو شما سرمو بلند کنم. شما اومدین آقایی کردین، حتی اگه فقط به زبونم آورده باشید والا خیلی رتبه بزرگی کردین. حف گروخونی خودم نمیخوره به بهروز دیگه، این همه داستان نداشتین. من داشتم فکر میکردم اگه من و شما جامون عوض میشد با هم یه وقت، خدای نکرده واسه فامیلای شما اتفاق بعدی پیش میومد، من اصلا حتی حاضر بودم یه تعارف خشک و خالی به شما بکنم. نه والا اگه من کسی چیزی به شما میگه رو دلسوزی میخواد رأیتون رو بزنه، شما ناراحت نشید. دلخوری بذارید کنار، بریم بشینیم قلیه مایی که از اول سفر قولش داده بودیم با هم بخوریم. نه شما بفرمایید، من با خودم یه مقدار باید خلوت کنم، شروع مشورت کنم. باشه من باهی میسام با هم بریم. نه نه شما بفرمایید برید، من میام. بفرمایید شما. ما منتظرتونیم. بفرمایید من تشریف میارم. بفرمایید شما. بفرمایید. طاب جانا Oh,
بفرمایید آقا نگید بکش که یخ کرد اول هاش خانوم بکشه ما دستمون تو سفره بره چه تعارف میکنین شما بسم الله بفرمایید آقا جان بکشم من نه خودم میکشم خوشحال اینم برای اینکه خیالتون راحت شه من حالم خوبه خدا رو شکر بفرمایید آقا جان سر شده ببخشید آقا سفر ببخشین ها من متذکر میشم میخواستم عرض کنم خدمتتون من یه خواهش خیلی کوچیک دارم من این پسر خاله من خوب میشناسم خیلی بچه خوبیه من بزرگ کردم خودم اینو میدونی دارم چی میگم اینه که یه چیزی راجع به کلیه پرونده شما خیلی جدی نگیرین خودشم ترسیده روش نمیشه الان برگرده بگه اینه که وقتی میاد شما بزرگواری کنین به روش نیارین این رویش ضعیفه غرور شکست میخوره نه بابا حالیمه از اولش هم یه چیزی گفت تموم شد رفت پی کارش منم زیاد به حرفش حساب نکردم آبجیم یه خورده حل شده بود باش صحبت کردم اونم حل شد و رفت مام جوونی هم از این اردای ناشتا زیاد دادیم حالا بماند به کی و به چی البته ارسطو واقعا قصدش خیر بودا ما که نگفتیم شر بوده انشالله که خیره نه منظورم اینه که واقعا به ظاهرم شده دلش میخواست که کمکی بکنه فکر نمیکرد که قضیه اینقدر جدی میشه بله همسرم درست میگه الان که چیزی نشده تن سلامت بفرمایید مشغول بشین بفرمایید که به موقع رسیدی مادر زن دوستت داره بفرمایید شما من فقط یه عرض کوچیکی داشتم که شما همینطور که شامتون میل میکنی من میگم خدمت شما بفرمایید خیلی خوب بیا شامتو بخور بعدم میگی نه من میترسم الان قضا رو بخورم شکم من سنگین بشه سر دل من سنگین بشه من اون چیزی که میخوام احساسمو بیان کنم نتونم به زبان بیارم خیلی خوب بفرما مادر جان بگو چرا رو درواسی میکنی ما که همه چی رو سپردیم به خدا خدا خودش هر همه راه مینه بیا بشین شامتو بخور بیا مسئله پیچیده نکن مسئله خیلی هم ساده است ما قبل اینکه شما بیاین همه صحبت‌ها رو کردیم خیالت راحت همه میدونن شما میخوای راجع به چی صحبت کنی مشغول شو آره بفرمایید بکش من میدونم الان تو گشنه ای ماهی هم تو رو چشمک میزنم ای سفر شما توی تهران شناسمنس دارین که کامیون سر حال سرپا داشته باشه میخوای کامیون رو عوض کنی میخوام اگه شما یه لطفی بکنین زنگ بزنین بگین فردا صبح بیاد این گنبد گلسر بزنیم روش که ایشالله فردا با نقیشون اینا برن به سمت قشم بعد شما میخوای چه کار کنی؟ من میخوام بمونم تهران کلیه بدم کلیه؟ نقیدا شناسنامت بود که تو ماشین افتاده بود آقا شناسنامه افتاده تو ماشین یه لحظه بریم گشتم آقا گشتم آقا نقی گشتم پیدا نشد خود شما هم شاهد بودی اگه خیلی شک داری بفهم این سویچ نه دیگه الان تاریک هم هست و فردا صبح داریم میریم قشم من قشنگ نگاه میکنم رو هوام روشنه پیداش میکنم آقا نقی من فردا صبح من تهران میمونم من با شما نمیام اگه میخوای بری بگردی همین الان برو بگرد شوخی موخی چیش حالیش نمیشه همینجوری یه چیز میگه بخور آقا بخور شوخی به ذکر نه آقا نقی من شوخی نمیکنم مادر جان من نه شوخی میکنم نه ناقص العقلم نه کسی هستم که از کسی دیگه فرمان بگیرم بنده ارسطو عامل در صحت و سلامت کامل عقل دارم خدمت همه شما عرض میکنم که من میخوام کلیه خودم رو به پسر شما اهدا کنم شما به جای رسیدی که اومدی وایسادی میگی من در صحت سلامت عقل کلیه منو میدم مگه میشه من نمیدونم آخه این دختر اومد پایین به تو چی گفت چه جادو جنبلی درست کرد چه دروغ دبنگی گفت که یو تو از این رو به اون رو شدی آقا یعنی چی صحبت نکن این همه به من گفتی اصلا اسم کلیه میومد تو میترسیدی برگشتی به من گفتی آقا من یه تعارف زدم برو درستش کن خب من رفتم درستش کنم ولی چی رفتی خرابش کردی تو مرض داشتی آقا هیچی نگو شما من اینجا فقط صحبت میکنم شما میشنوی میگه چش کی گفته فقط برای میگه چی چش. کی گفته آقا برای چی منم یه آدمم یه انسان عالق و بالغ که برای عالق و بالغ شما برای خودم قدرت تصمیم گیری دارم ما اول صحبت کردن برو یاد بگی تو فکر میکنی که مثلا کلیه زاپاس ماشینه میدی میره و تموم آقا بدی بره تموم
مردی. کی میگه آقا؟ این همه آدم کلیه میدن تموم میشه میمیرن میرن؟ نه آقا، آدم دوتا کلیه داره، یکیشو میده با یکی دیگه زندگی میکنه. یعنی هرچی شما دوتا داشتی باید یکیشو بدی؟ دوتا پا داری یکیشو بده، دوتا دست داری یکیشو بده، دوتا گوش داری یکیشو بده، دوتا سوراخ دماغ داری یکیشو بده، دوتا ابرو داری میکنه. گوش فر میکنه، ابرو فر میکنه. اینجا مسئله مرگ و زندگیه، جونی آدم در بینه. حالا حرف آخر تو هم اینه؟ حرف آخر من همینه. خیلی خب، من علیکی دارم خودمان ناراحت میکنم، دارم من عصبی میکنم، بی خود فشار من بالا پایین میشه. آقا جان شما یه کاری میکنی، این گنبد گل از سر فردا همونجوری که تحویل گرفتیم یه به من تحویل میدی، تموم شده رفت، شما میری طرف علی آباد، منم میرم طرف قشبتی. گفته به دستور کی؟ به دستور کی؟ آقا من دارم میگم به نمایندگی از گنبد گل از سازی برادران فروردین. آقا صابر من کس دیگه است، صابر من خانم فدویه. بفرمایید بمون، میمونم. بفرمایید برو، من میرم. الانم چیکار میکنی؟ من چیکار میکنم؟ چیکار میکنی؟ میمونی یا میای پایین؟ میخوام درو کلید کنم. میخوای درو کلید کنی؟ آره. بی تربیت. ببین داداش، اینها، این پرونده بهروزه، این فرم ماینای پزشکیشه، آزمایشاشه، عکس و فرم مشاورشه، اینم کپی شناسنامه و کارت ملیشه. لا اله الا الله. ابجی فقط یادت باشه با آقا ارسطو بگی شناسنامه و کارت ملی و دو سه تا عکس همراش بیاره. ای بابا، باز که تخت گاز داری میری. داداش تو رو خدا دیگه نه نگو، من که حرفی نزدم، خودش پای سفره گفت میخوام کلیمو بدم، نگفت؟ بله خودش گفت، اما مهمه برای چی گفت و به کی گفت. یعنی چی؟ آبجی یادت 30 سال پیش من یه چند روزی بازداشت بودم به خاطر اون تصادف نکرده، همونی که برادر زنت زده بود موتوری علتو پار کرده بود، تو گردن گرفتی؟ آفرین. چرا گردن گرفتم؟ خب برای اینکه گواهی نامه نداشت. اون موقع که نادر هنوز برادر زنم نشده بود. از خدا که پنهون نیست، از تو هم پنهون نباشه. من خاطرخواه آسیه بودم، میخواستم تو چشم باشم، میخواستم آسیه و باباش رو من یه حساب دیگه بکنن، با جوانای دیگه توفیر بذارن. خب این مسئله چه ربطی به کلیه بهروز داره؟ قصه همینجاست. بهروز رو بذار جای نادر، شوهر رو بذار جای آسیه زن داداشت، ارسطو رو بذار جای من، کلیه رو بذار جای زندون. یعنی؟ بله، گلوی این پسره پیش شعله گیر کرده. فکر کنم داداش نگو، شعله حساب نداره، کافیه یک کلمه از این حرفا رو بشنبه، همین امشب پسره رو راهی شمال میکنه. به هر حال از من گفتم بود، میخوام بعدا نگی داداشم یه چیزی فهمید و نگفت. ببینم شما پایین چی گفتیم به هم دیگه؟ میدونستیم خواد بیاد میام چی حرفی بزنم؟ به خدا اگه من میدونستم، من همونجا هم برگشتم بهش گفتم من اصلا از تو هیچ انتظاری ندارم. دیدی که مامانم هم بنده خدا پذیرفته بود. من اصلا نمیدونم چرا یه واسطه شام خوش شد من میخوام کلیه بدم. حالا میشه من این خواهش رو ادب بکنم؟ بله. تو رو خدا بهش بگو ارسطو که اگه بخوای کلیه تام بدی ما ازت قبول نمیکن. چشم، من بهش میگم. ولی اگه برگرده من بگه کلیه خودم اختیارشو دارم، من چی بهش بگم؟ اگه برگرده من بگه به تو من میدونم این اثر لجبازی با ما داره این کارو میکنه. اهل این حرفا نیستن از تو. اگه بحث لجبازی خانوادگیه من دیگه نمیتونم دخالت کنم، خودتون میدونید. من چیکار کنم حالا؟ سارا نیکا بیاییم بریم ببینیم پدر پنجلی با شما چه کار داره. ببخشید و همه یه زحمت ها افتاد گردن. نه بابا خواهش میکنم، با مامانم رخت خوابا رو پهن کنم. خواهش میکنم. چی شد؟ چی گفت؟ میگه من نمیخوام دخالت کنم. ها؟ میگه من اصلا نمیخوام دخالت کنم. بله نبایدم دخالت بکنه. یه جو کلی تر تمیز اوی منفی سعی سالم دود نخورده آماده به نصب از علی آباد ورداشی ما بودیم، دو دستی تقدیمش کنیم، برای چی باید دخالت بکنه؟ نبایدم دخالت. اینجوری نگو دیگه، این بند خدا که سعی خودشو کرد که. مامان جان تو چه ساده این چه صحبتی داری میکنی؟ همش تر بوده، توته بوده، نقشه بوده، چرا این حرف میزنی؟ از علی آباد ما رو کشیده ورش آورده اینجا، بعدم قدیمایی میدم فلان میدم بیسار میدم هزار تا کلک اینا رو سوار کرده، بعدش هم میخواد کلیه ما رو بکشه ورداره ببره. کلیه ما رو فرق نداره، ما رو بدیم کلیه با پنجلی رو میخوان اینا. دیگه بس کن تو رو خدا، دختر بیچاره از کجا میدونست گروه خونه ارسطو منفیه؟ چه ساده، تو ارسطو رو نمیشناسی؟ نه من میخوام بدونم تو ارسطو رو نمیشناسی؟ یک کلم، دو کلم، سه کلم، چهار کلم این با ارسطو صحبت کرده باشه اوه منفی که هیچی، همین زیر زبر توفیه خالی دونشی میکشه برمی داره میبره بیرون. چی داره میگی تو؟ دیگه پس کن خب؟ این دختر مددکار اجتماعی عزیز من، این علکی یه چیزی رو نمیگی، حتما یه چیزی پشت اگر اینم
اگر این نمی... یعنی من خب چی نگو برو من ولی میبینم که کلی نیفته که جوجه کلیه داره سلام ببخش اینا دیر وقت من شما رو بیدار کردم ببخش چیزی شده آقا نقی؟ والا چیزی که بالا باید تشه بیاریم ببینیم میشه هما رو صدا کنیم اتفاقی افتاده؟ اتفاق که تا نبینی باور نمی کنین شما یه زحمت بکشیم هما رو صدا کنیم چی شده نقی؟ هما بیا بالا ببینیم ما چه خاکی تو سر میکنیم بابا جان بابا پنجلی؟ نه بابا پنجلی که 50 تا پادشاه رو خواب دیده ارسطو ای داد و بیداد چی شده؟ شما شعله خانم صدا کنین داریم یه اون دستگاه فشارم ورده بیار بودو من دایرم صدا کنم بودی کلیه منفی کلیه منفی منفی بفهم نه شماش مازه هست این دلی مایی نهی بخوابونم دهن ای بیدونم خواهی برای سرم دیگه چی؟ بده من اما بده من فشار اینی بگیرم تو خواب میخوای فشار بگیرم آنی که کابوس بگیرم که فشارش نمیدونم فشار میشه؟ آخه آجی جم من که دارم میگم من آوردم شما رو اینجا راست حسینی ببینین بعدا علکی رو این حساب باز نکنین اگه اینقدر حالش خرابه زنگ بزنیم اورژانس اورژانس که نه اورژانس نمیخواد که دایی سابقه داره اگه همیشه خواب نمیخواد خواب نمیخواد بله همان جان نه حرف میزنه آره. نه میزنه این من دو سه تا جوجه میگه نه این الان بد جور داره کابوس میبینه خیلی خطرناک شده اوضاع این آره من بختک افتاده بدونیش آخو نقی بیدارش کن تو رو خدا من بختک یه دقیقه دو دقیقه بالاخره بختک ول میکنی میره این گرفتار شده یعنی اینقدر درب داغونه خیلی درب داغونه من الان اینو صداش کنم یهو به قد دیوار میپره یه دقیقه تشریف بیاری جان تشریف بیاری کلی مال جوجه است این کلیه مال جوجه بله آقا نقی این چی رو کله ما سبز شده این که جسارتن شما فرمودین شاخه دیگه آن شاخه شما شاخه ما رو دیدی گمون کردی ما سوم هم داریم سوم؟ نه سوم نداریم نه. از غذا دوم هم نداریم دوم هم نداریم بله چقدر بنویسم جان از این بازی‌ها در نیار سالار ما یه مبلغی پول برای این کار خیر در نظر گرفتیم برای که از نگرانی در بیای میخوام چکشو همین الان بهت بدم چقدر بنویسم الان بدی ها آره چقدر
لا اله الا الله. دایی من میگم که ما میریم این کله پاچه رو میگیریم، میریم از مشکو برمیگردیم میبینیم اسکلتش مونده. این نقی و آنفانجاری خیلی کله پاچه دوست دارن. سهمت محفوظه هرست خواهم. بله کله پاچه بهونه بود، گفتم بیای بیرون مثل مرد دو کلمه حرف حساب با هم بزنیم. خواهش میکنم، من خدمتم. تو دادن این کلیه چقدر جدی هستی؟ جدی هستم، خیلی جدی هم. نه نشد، اول خوب حرفامو بشنو بعد جواب بده. نه هستم، کس چیزی گفته به شما؟ ببین پسر جون، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. پسر خاله تو زنش با هزار زبون به ما فهموندن، خیلی هم راضی به این کار نیستن. ما از یه ساعت دیگه باید بریم دنبال پر کردن فرم و آزمایش و هزار دنگ و فنگ دیگه. اگه تو دلت میس کلیه بدی، راست حسینی همین الان به من بگو، قول میدم که خودم راست ریستش کنم. خدا وکیلی هیچ هم دلخور نمیشیم. حالا یه کلم، خط به کلم، هستی یا نیستی؟ هستم. بابا چونم دست شما درد نکنه، خیلی چسبید این کله پاچه. نوشه جان، خیلی خوشمزه بود، دستتون درد نکنه. فقط هزار حرف که ارسطو نتونست بخوره. خیالتون راحت، برای آقا ارسطو کنار گذاشتم، چون باید ناشته میرفتن آزمایش. آه از اون جهت. شرده جان پوشو شما، پوشو آماده شد، دم در دایی تا آقا ارسطو خان منتظره. پوشو من جمع زد تو کنم، شما رو زن خیلی تو حرف باشی. بس بذارم اینجا دو برخشیدم. یکی خیلی هستم میشه. تو هم پاشو باشون برو. نه؟ پاشو تو هم باشون برو. من کجا برم؟ اونجا من عقلم کمه. فردا من چجوری میرم علی‌آباد؟ چجوری سر بلند کنم؟ نمیگه آقا کلی این بچه رو بایشو گذاشتی تو بشقاب رفتی تحویل دادی؟ جواب پرستی رو چی بدم؟ جواب خاله رو چی بدم من؟ نمیگن کلیه دعای شما رو گذاشتی توی بشقاب رفتی تحویل دادی اومدی؟ نه بیتا، ما که ارسطو رو میشناسیم که. این فکر کلی دادن مثل دندون کشیدنه. الان هم افتاد رو اون دنده ای که ما هرچی جلوش وایسیم بدتر میخواد لج کن. من میگم باشو باش برو. دیگه هم این چی نگو، تشویقشم بکن. بگو خیلی کار خوبی کردم، خواهی کلیه تو بده. خب این خودش چشش به دکتر بیفته دست پاش میلرزم خود برگرد. جدی میگی؟ خدای عاشق اما نقی رد کن بیاد جان، رد کن بیاد، مادرک من رد کن بیاد. مادرک دست من نیست. آقا من رفتم سه بار این ماشین رو گشتم، حساب ندارم. این مادرک من رد کن بیاد. من میدونم شما خیر سلام منو میخوای، ولی من بچه نیستم، من بزرگ شدم، صاحب عقل و شعور، توانایی، آگاهی، تفاهم هستم. خواهش میکنم لطف کن اون مدارک من رد کن بیاد. عجب گیری افتادیم آقا، من دارم میگم مدارک دست من نیست. آقا من سه بار این کامیون لاکر داره زیر رو کردم، مدارک من نیست. من میدونم تو برداشتی، مدارک منو بده آقا. عجب گیری افتاد آقا، مدارک دست من نیست. بگو جان ما مدارک دست من نیست. به جان ما دست من نیست. میدونم دست تو نیست. بگو به جان ما مدارک رو بر نداشتم. به جان اونجا مدارک که بیش بده، بده بزه بره. فقط شما که داری میده کلیه بدی، ستون فقره و قلب و ریه و میه و تندون و مندون و همه رو برو بده. برو آقا جم بفرم. به شما ربطی نداره، دست شما در نکنه. برو به سلام. چقدر این بی تربیت. پاشو پاشو برو باش دیگه. نقی منم بوده. نه بابا دارم میرن دکتر. منم بوده. نمیشه الان شما بری بابا. منم بوده. بابا بعدا ما هم میریم. منم بوده. نمیشه الان. نقی Thank you.
اهدا کننده کلیه آقای ارسطو عامل. بله بله. اهدا کننده شما این. بله عامل من هستم. شما خوبه خواستیم. مرسی. شناسنامه فتکوپی هست؟ بله. فتکوپی شناسنامه هست؟ هست. آقا شما خوبی؟ بله بله. شما خوبه خواستیم. عید تو مبارک باشه. عید شما مبارک. به چه واسطه با خانواده بیمار آشنا شدیم؟ به واسطه گنبد گلسه. بله؟ گنبد گلسه داشتیم از علی‌آبادمون شهرمون داشتیم می‌بریم سمت قشم سرارا مجبور شدیم بیاییم تهران. منظورم اینه که وقت پای دلال میون نباشه. دلال؟ بله. نه نه من خودم با دلالگری مخالفم. من یه دلال خونه‌شو بود من گوشت کشیدم انداختمش بیرون. من به خاطر رضای خدا ثوابش این کار میکنم. آقا منظورم اینه که یه وقت اگه پای دلال وسط باشه جرمه. آخ بله در جریان هستم. شما چه نسبتی با بیمار داریم؟ فامیل هستیم؟ غریبه این؟ آشنایین؟ غریبه غریبه که نه ولی خب غریبه این. آه بیگانه. بیگانه که حالا نمیدونم شد قسمت شد خدا عمری بده شد فامیل شد. خب اینجا رو یه انگشت بزنی شما. اینجا رو من اینجا بست ببخشید عملش عمل سنگین که نیست. نه آقا نه ترسید آرزو مارزه نداشته باشی. خیالتون راحت باشه. از شما در نکن. چه جودم این پسره؟ چقدر میشناسیش؟ والا خیلی که نمیشناسمش. در حد همین از شما تا اینجا با هم اومدیم دیگه. سر شوخ‌طبعه. خیلی هم حرف میزنه ولی به نظرم خیلی آدم صاف و ساده‌ایه. تو رو حرف حدیثی پیش نیومد. حرف حدیثی چی؟ نه. الو همون جان. اما جان تو گفتی این بوله میشه میگه بیمارستان میترسه بر میگرده چشش خور بخوره بیمارستان بر میگرده اومد بیمارستان بر نگشت که هیچ را پیش دکتر من گفتم دکتر ببینه چشش بخوره به اون بر میگرده دوباره بر نگشت الان هم نشسته فرم داره بول میکنی تو چی میگی؟ سلا چی میدونی؟ تکلیف چیه؟ اما جان من دارم میگم که شما یه کاری کن زنگ بزن به مادرش با مادرش صحبت کن بگو آقا جان این تکلیفش اینجوریه بگو آقا تو میدونی با پسرت اومد اومد خدا بزنیم زنیم عرص عرص چی شد چه کار کردی؟ کلیه رو باختی؟ نه دنگ و فنگ داره باید بریم آزمایش کار خانم فدوی دایی جم باید بریم آزمایش کار آقای بالایه بفهم 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 توره هیچی نمیگم داری مرحله به مرحله پیشروی میکنی یا آقا شما اگه ناراحتی چرا پس دنبال من افتادی اومدی من نمیدونم تو هم چی کاری میکنی اه تو میدونی الان مرحله چندمی یه مرحله دیگه کاری تو تمومه خب آخر به فکر مادر تو باش من اتفاقا چون به فکر مادرم هستم دارم کلی میدم من خودم توی بیمارستان بودم مادر خودم رو نگاه میکردم میدیدم نظر و نیاز میکنه ازدواج میکنه که من خوب بشم مادر خانم فدوی دیدم یاد مادر خودم افتادم خیلی خب بابا برای من ویجی نشو هندی بازی برای من در این مسئله فرق داره چه فرقی میکنه شما الان من اگه کلیه بخوام شما من نمیدی خیر اصلا نمیدم اصلا و ابدا آقا مسخره باز نه به من که دیگه نگو آقا من که تو رو میشناسم آقا معلومه که کلیه میدی خون خواستم تو ندیدی کلیه هم میدی دیگه خون آقا جان خون فرق داره تو الان به من بگو خون بخواب به من بگو 50 لیتر 60 لیتر 70 لیتر من در خدمتت میذارم ولی کلیه فرق داره مگر اینکه من سه تا کلیه داشته باشم ببخشید میشه لطف کنید تشتش بیرون ارسون من دارم بیرون آقا آخه تو داری آقا حرف منه جو. آقا بیرون دیگه آقا آقا تا آخر وقت امروز تموم میشه دیگه نه؟ یکی دوتا از آزمایشاتون رو فعلا امروز انجام میدین بقیه کاراتون رو میمونه برای بعد تعطیلات عید بعد عید؟ آخه من بعد عید کار دارم نمیتونم بیا و اگه منصرف شدین همین الان به من بگین نه 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 منصرف نشدم
حالتون که خوبه؟ بله بله من خوبم. شما خوب هستی؟ مرسی. سال نوتون هم مبارک باشه. آقا دکتر من این آزمایش رو برای کارت سلامتم انجام دادم. من پای یک دارم. برای اون این آزمایش رو انجام دادم، آزمایش خون، آزمایش اعتیاد. الان لازمه؟ برای اعطای کلیه هم باید این آزمایش رو انجام بدین دیگه. حالتون خوبه؟ بله من خوبم. مثل این رنگتون هم پریده آقای من ترس من حالت پوست منه. من صبحونه نخوردم، فشار من افتاده، ناشتا هستم برای آزمایش. ببینید آقای آمین، ببینید منو شما خب تو هر مرحله ای، تو هر لحظه ای اگر پشیمون شدی میتونی این فرما رو پاره کنی بریزی دور. نگران نباش. شما اومدی کلیه بدی؟ من قبلا این کلیه رو به یه بنده خدایی دادم. الان حالت خوبه؟ الان حالم خیلی خوبه. دایی چرا الان این سال جواب رو میپرسی؟ تو رفتار پسر مشکلی دیدی؟ کاری کرده؟ نه چی؟ هیچ کاری نکرده دایی جان. اما اگه این پسر به بهروز کلیه بده فکر کنم چند سبایی دیگه با یه دست گلگه جبشی نیمه در خونه تو خواسته کنی. وقت جواب چیه؟ یعنی چی؟ چیزی گفتم؟ نه چیزی نگفته، اما من این موها رو تو آسیاب که سفید نکردم که یه چیزی بو بردم که میگم. چطوری هرستو خان؟ تموم شد؟ تموم شد، یه چند تا آزمایش بود که تموم شد. حالا بقیهش اصلش میمونه برای بعد از 13 به در. خیلی خب، حالا تو شما جمع جور کنیم من برم ماشین بیارم دم در. آقا نقی، در خدمت بشیم. عرستو باز بو پایینی. آقا عرستو، شما من علاقه مندین؟ بله. شما به من علاقه مندین؟ من باور کنید من شما اولین کسی هستین که دارین از من ساده و صمیمی اصل قضیه رو میپرسید. من تا حالا کسی توی زندگی من اینجوری از من سوال نپرسیده بود. من شما خیلی من تاثیر زرتدی. اصلا نمیدونم واقعا چی بگم. من اصلا تن و بدن من داره میلرزه. من موهای بدن من سیخ شده. واقعا نمیدونم چی بگم. چی میخوایم بگید دیگه؟ گفتیم دیگه. من همه ماجرا رو فهمیدم. شما فهمیدید؟ خدا شکر. خدا شکر. خدا یعنی این همینجور مونده بود اینجای من. یعنی الان واقعا سبک شدم این سوالی که شما پرسیدید. بدیم به من این پوشه رو. پوشه؟ بله بدیم به من این پوشه رو. بنفشه در فصل بهار ای اما چه